راجب سوتی ها صحبت کردیم، یه سوتی باحالی که تو تلویزیون دادی و همون دقیقه رو آنته خودت یخ کردی و فهمیدی چی کار کردی صحبت کنیم. تاپ ترینش اصلا نمیتونم بگمش. چرا؟ نه. رو آنتن زنده پخش شده اصلا کسی نفهمید، چون هیچ وقت نشد من سوتی بدم کسی بفهمه. جدی؟ بله. حالا اونی که نفهمیدن رو بگو. میذاری فکر کنم آخر مصاحبه بگم؟ آره اونی که گفتی نمیتونم بگم. اون نمیتونم بگم. خیلی زشته. نه اصلا زشت نیست. خوب. در یک چارچوبیه که واقعا نمیشه گفت. ولی انقدر خوب جمعش کردم که بعدن از من تقدیر و تشکر کردن که چقدر شما امروز متفاوت بودین. هیچکی هم نفهمید. اصلا مدیر شبکه من تو آی فیلم این اتفاق برام افتاد. خیلی میگن که حتما مدیرای سازمان خیلی حالشون با نجم جودکی خوب نبوده که مجبور شده خدافزی کنه از اجرا. آخه نوشت دلم خیلی پره. نوشتم دلم پره؟ آره. نه نوشتم دلم پره. چرا؟ نه آخر شب نوشتی؟ نه هشت شب. ببینین اتفاقا رابطه من با مدیران تلویزیون اصلا بد نبود، غیر از یک مورد که خب خیلی مشخص بود و تقریبا هیچ کس با ایشون خوب نیست و همون موقع هم خیلی سر و صدا کرد و من از شبکه 3 آمدم بیرون. آقای فروغی؟ بله. سر چی با شما مشکل داشتن؟ ایشون کلن ما یک دیدار با هم داشتیم. درست. مشکل شخصی اصلا نبود. من فکر میکنم که بیشتر ماهیت من قابل قبول نبود برای ایشون. آها بعد یعنی یه استایل خاصی؟ استاندارد و استایل خاصی پسند و من خودم از اون شبکه اومدم. اگه سلیقه مدیر تعیین میکنه که کی باید باشه؟ به هر حال مدیر تأثیر داره. ببینید من در شبکه دو تلویزیون وقتی که از میدونید که در پورتال 3 رفتن خیلی کار سختیه. یعنی من در دوره حاج آقای پور محمدی رفتم، مثل پدر اگر میبینن سلام عرض میکنم خدمتشون و دوران بی‌نظیری از اجرا رو من در اون تایم گذروندم و خیلی از اجراهای درخشانم دقیقاً در دوره حاج آقای پور محمدی بود و اساساً من بعد از اون 4 سال ممنوع تصویریم در دوره معاونت ایشون برگشتم. بله. من وقتی اومدم شبکه 2 آقای مهندس جلوه شاید باورتون نشه مثل یک پدر، روزی که من خداحافظی کردم از اجرا ایشون منو صدا کرد و من رفتم، حرفای منو شنید و گفت برگرد، گفت تو مثل دختر من میمونی، به گواه مدیرانی که اونجا بوده. حاج آقا گفتن برگرد. گفتم حاج آقا من احساس میکنم دیگه اینجا چیزی برای من نداره. گفت دلخوری از من. گفتم خدا میدونه که نیستم، یعنی جان مادرمو براشون قسم خوردم. گفت مشکلی تو شبکه پیش اومده؟ گفتم هرگز. آقا این حرفه و هنر برای من دیگه چیزی نداره، من تهش رو تجربه بله. کردم، حالا میخوام برم باقی عمر رو بعد از 30 سالگی برم یک فضای دیگه ای رو تجربه بکنم، این برای من جذابه. تا الان نتونستم، الان سقف آرزوها میگه که نجم برو بپر. فکر نمی کنم تا 40 سالگی هم بیشتر فرصت باشه برای اینکه خودتو ثابت بکنی توی بازیگری. درسته؟ یعنی فکر می کنم که من حالا بشه تا 40 سالگی بعد بشه دیگه. دقیقاً. برای همین من هیچ مشکلی با مدیران نداشتم. مخصوصا آقای جلبه که مدیر مستقیم من بودن. یه چند تا جمله خیلی باحال و معروف داری رو آنتن تلویزیون که خیلی سر و صدا کرد، مثل مرحوم جکسون. بهش فکر میکردی به این حرفا؟ یعنی میچیدی که امشب بگم مرحوم جکسون؟ آخه مگه میشه بگیم زنده یاد مرحوم جکسون؟ ببین رحمت الله علیه. من در یک دوره ای فکر میکنم اونقدر سعی میکردم ادب رو روی آنتن رعایت کنم. گفتم خب ایشون فوت کرده دیگه. آهان از اون برای قصه میخواستی خیلی احترام. آنی گفتگوی من با برادر مرتضی پاشایی بود، بعد گفتم نه اونجا نگفتم مرحوم جکسون، گفتم مایکل جکسون. اومدم توی ماشین یه ویدیو گذاشتم گفتم مرحوم جکسون که اوه چقدر من فالوور اومد برام، خدا رحمتش کنه. خیلی برام فالوور. راجع به فالووری که صحبت کردی، الان که تغییر استایل دادی چقدر فالوورات رفته بالا؟
خداییش دیگه. آره من 362 بودم، الان در این لحظه 411. خدا بود برکت پنجاه که این من فکر میکنم خیلی ربطی به تغییر استایل نداشت، چون میگم من به گواه تصاویری که در گوگل موجوده همیشه همینطوری بودم، منتها و به گواه تذکرهایی که به من میدادن، یعنی همین شکلی هم نبودش که. ولی من فکر میکنم که خیلی ربطی به تغییر استایل نداره. خیلی ربط داره به خدا. حالا یه چیزی بگم توی پرانتز، چون من هم عرصه اجرا رو خیلی درست و درمون تجربه کردم، هم بازی رو، حالا فعلا کوتاه. مردم بازیگرا رو میدونین چرا دوست دارم؟ چون باهاشون امضا تندری میکنن. بلکه قصه دوست دارم. آره. روایت دوست دارم. بله بله. من وقتی رفتم توی در واقع کاراکتر یاسمن، شما باورتون نمیشه اون شبی که صحنه مرگ منو نشون داد، من فکر کنم بالای 6000 تا فالوور گرفتم. همه فکر کردن دور از اون دنیا. آره بعد کامنت رفته بودن سمت پیج پوریا پورسرخ، یا یادم کامنت گذاشته بودن برای سروش محمدزاده که چرا نادر یاسمنو کشت، چرا، و خیلی کاراکتر رو باور کرده بود. برای همه میخوام بگم که یک بخشش اتفاقا مربوط به کاراکتر یاسمنه که من با همه وجودم بازیش کردم، یعنی شاید باورتون نشه من دردشو به جون خریدم. یعنی تو لحظه هایی که خب من که میدونستم آخرش چی میشه، به این فکر میکردم که خب این صحنه عاشقانه ای که نادر و یاسمن، من با پوریا داشتم و اینا با هم دارن، چجوری آخرش دلش میاد بزنه زنشو بکشه به راحتی، و این میزن و این و این منو تحت تاثیر قرار داد و برای همین یاسمنو باور کرد. برنامه رضا رشیدپور حالا خورشید آنتن ازش گرفتن، حالا آقای رشیدپور هم تو برنامه خود من اومدن توضیح دادن و صحبت کردن، گفتن که نتایمش تموم شد. در این حرفا قرار بود که بعد از ایشون نجم جودکی بره رو آنتن و حالا خورشید رو ادامه بده، حالا یا با اون اسم یا با یه اسم دیگه. چرا قبول نکردی؟ سلام صبح بخیر بود فکر. آره سلام صبح بخیر. ببینید خب رضا رشیدپور برای من خیلی قابل احترامه، به واسطه اینکه من اصلا ورودم به عرصه اجرا توسط آقای رشیدپور بود و همیشه ممنونش بودم. بعد خب چطوری از من انتظار دارین که اصلا این واژه درست نیست برم جای کسی، چون هیچ کس نمیتونه جای کسی بره، ولی در قابی ظاهر بشم که رضا رشیدپور اونجا دیگه نبوده، این در مرام من نمی گنجه. آخه ما همچین اتفاقی، محمد حسین میثاقی دوست منه و سالهاست که هم با هم رفیقیم، هم کارم کردیم و همین دوستی ادامه داره، ولی خب این اتفاق برای ایشون هم با عادل فردوسی پور افتاد و محمد حسین رفت جای عادل فردوسی پور، حالا با یه اسم دیگه ای. کارشو قبول داری یا میگی نباید؟ من نجمه جودکیم، با تعاریفی که از خودم در ذهن خودم و در ذهن مخاطبم ثبت کردم، این مرام منه، معرفت منه، اخلاق منه، ویژگی منه. حالا اینکه دیگران چه میکنن با حفظ احترام، خب این دیگه یعنی هر چی خواستی الان به محمد حسین گفتی دیگه، من بی معرفت، بی مرام، بی اخلاق. آقا حرف تو دهن من نزد. آقای میساقی با حفظ احترام. نه آخه واقعا دوست ندارم اسم از کسی ببرم، این مصاحبه شخصی منه، بله. ممکنه که کسی دوست نداشته باشه اسمش برده بشه، ولی خب این انتخاب من بود که واقعا حالا که الان دیگه اجرا نمی کنی و خیلی هم شدید. البته یه چیزی بهتون بگم، من هیچ وقت مطلق حرف نمی زنم، هیچ وقت در اکنون در این لحظه من تصمیم گرفتم اجرا نکنم، اما این که در 2 سال دیگه چه اتفاقی میفته، البته حتما در مدیوم های خارج از تلویزیون اتفاق میفته، ولی آیا من برگردم به تلویزیون یا برنگردم هیچ چیز مشخص معلوم نیست. آقا در این لحظه من تصمیم من احساس میکنم چون تلویزیون بازیگرها دستمزد بیشتری برای اجرا میده، من دستمزد اجرام بالاتر از بازیگرا. من یه چیزی بهتون بگم آقای فرهانی، من دستمزد اجرام رقم قابل توجهی بود، یعنی حتی از مثلا پژمان بازقی، حتی از آقای گلزار. ببینید من در بین مجریا دارم میگم، بین مجریانی که صرفاً مجری بودن، درسته، نه بازیگر، نه بازیگر، درسته، ولی من دستمزدم بد نبود، اتفاقا الان خیلی دارم از جیب میخورم. آره چون روتین و روزمره اجرا داشتی؟ روزی دوبار من اجرا داشتم. خب من همینجوری سرانگشتی که حساب کنم، مثلا تو اگه در روز 2 تا اجرا داشتی، حداقل شما میگم هر اجرا هم یک و نیم میگرفتی میشد روزی 3 تومن. چه حساب کتاب میکنین آقای؟ الان همه چی حساب کتاب اقتصاده، ماهی 90 تومن درآمد داشتی، حقم داری الان
عجیب بخوری نه مستمن بشه نه آقا میگن خانم ها دستشون تو جیبشون هم بده دیگه تمومه نه فرمایید نه من همیشه دستم تو جیبم بوده ماشاءالله مامانم همیشه ما رو یه جوری تربیت کرد که ما همیشه استقلال خودمون رو داشتیم با اینکه بعضی مالی خوبی داشت ولی این برای من خیلی ارزشمنده خیلی زیاد ولی خب برای همین برگردیم به صحبتمون در حال حاضر اجرا برای من خیلی پولش بهتره بهتر بود دیگه بود تموم دیگه. شد اما استیج هم میخوای اجرا کنی؟ استیج خیلی گزیده میرم فکر میکنی سوپر استار زن تلویزیون ایران که تو حوزه مجری ها الان کلا تو دو دهه اخیر بکنم آه پشمان واسقی آین در دو دهه اخیر میشه اسم نبرین؟ نه دیگه سواله دیگه با من مهمون برنامه شما میومد من که مصاحبات دیدم چی کار میکردی؟ بگین دیگه فلان دیگه حالا فکر کن شما من این شناختی که ازتون دارم اینجوری نیستین ببینید استانداردهایی که من دارم برای میتونیم یه مرد بگیم یه زن استار بودن خب متفاوته یعنی از نظر شما یه معنی داره از نظر من یه معنی داره مثل پژمان بازرگانی داری جواب میدی تو هم برنامه معروف کمان... خودت که حالا در مورد اونم توضیح میدم آره مثلا چند روز پیش پژمان بازرگانی رو دیدم من کماکان معتقدم که آزاده نام داری این که خدا رحمتشون کنه شما گفتین در دو دهه اخیر آره یعنی سوپر استار اجرا توی تلویزیون بین خانم‌ها آزاده نام داری آقایون کی بیشترن آخه نمیتونم بگم یک نفر سه نفر اول دارین منو میبریزن نه سه نفر خیلی مشخصه نه من اول دوم سومش نمی کنم هرگز ولی مجری هایی که به نظرم بین آقایون تعدادشون بیشتره و قابل قبول هستن آقای رشید پور که قطعا فرزاده حسنی احسان علی خانی علی زی آخه خیلی زیادن اونایی چهار تا در واقع آقای شهیدی فر بله ایشون هم درجه یکه